دعوت از خبرنگاران حوزه محیط زیست و گردشگری برای بازدید از تونل زاب بخشی از پروژه احیای دریاچه ارومیه بود. خبرنگارانی که بیش از دستاندرکاران برای احیای این دریاچه تلاش کرده بودند. آنها قرار بود پس از رسیدن به سد کانیسیب در یکی از رومهای کلاب هاوس ویژه حوزه گردشگری و محیط زیست شرکت کرده به طرح مشکلات و چالش‌های پیش روی خبرنگاران این حوزه بپردازند. چالش‌هایی از جمله بیمه‌های درمانی و حادثه که بیشتر آنان تاکنون از آن محرومند. چهارشنبه شب حوالی سد کانیسیب اتوبوس حامل آنان واژگون شد و بیدرنگ دو تن از این خبرنگاران، خانم‌ها ریحان یاسینی و مهشاد کریمی، کشته شده و شماره دیگری نیز زخمی شدند. ماجرا را از زبان حسن ظهوری از خبرنگاران کارشناسان خبره میراث فرهنگی سایت عصر ایران و از سرنشینان اتوبوس بشنوید. اتوبوس از جاده خارج شد، چپ کرد. اتوبوس من خیلی هم رد بود، اتوبوس آشقال بزن. تو فرودگاه که سوارش شدیم براش جوک ساختیم، اتوبوس سالمی نبود، به راهی نبود. دادم چرا این اتوبوس برای خبرنگار گرفتم. خیلی حادثه بدی بود. دو تا خبرنگار جوان و بسیار دوست داشتنی و بسیار حرفه‌ای چونشون از دست دادن. فرای روایت‌های مختلف حکومتی و برجسته کردن علت‌های فرعی، این حادثه برملا کننده کاستی‌ها و کمبودهای اساسی در زمینه حفاظت از جان گزارشگران در ایران است. از شکستن دست فائزه مؤمنی، خبرنگار رویداد 24 در 29 اردیبهشت توسط حراست بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی چندان نگذشته است. من داشتم خارج شدم، حراست به من گفت موبایل تو بده و ایشار پاک کن. گفتم نمیدم. گفت غیرقانونی اومدی. گفتم نه غیرقانونی نیومدم، به چند دلیل. مجوزم، کارت خبرنگاری دارم، جای عمومیه و با کسایی که مصاحبه کردم رضایت دارم. گفت نه الا و للا باید ویسار پاک کنی. اعتراض نکردم. موقع خروج منو گرفت همزمان با کیفم و کیفم که روی شونه راستم بود، کیفم و دست راست منو میکشون که منو ببر داخل سالن. در نهایت بند کیفم جدا شد و همچنان دست منو رها نمیکرد. با زور که دستمو از دستش آوردم بیرون. یعنی دست شما رو گرفته بود؟ اون آقای حراست بود دست شما رو گرفته بود؟ دست و کیف منو گرفته بود و میکشید. الان دستتون عمل شده به ما نشون میدین؟ بله من دستم عمل شد. انشالله که سلامتی باشه. متشکرم. در نهایت چی دیگه، من دستمو که کشیدم بیرون دیدم انگشتم خم شده و تا شده و خب یه 45 دقیقه طول کشید، چون که این آقا به من میگفت من کیفتو نمیدم تا زمانی که مثلا گوشی رو بدی و وایس ها پاک کنم. در نهایت اینکه من زنگ زدم 110، زنگ زدم به مجموعه که توش کار میکردم، به وزارت بهداشت تماس گرفتم، تا در نهایت بعد از 45 ساعت با حضور 110 و طرح شکایت این آقا گذاشت که من برم بیرون. حال سقوط اتوبوس و کشته شدن دو تن از خبرنگاران این واقعیت تلخ را بار دیگر عیان کرده که گزارشگران در ایران همچون سربازانی بدون تجهیزات تنها به اتکای عشق به آگاهی رسانی به دل حوادث مرگبار می روند تا با گزارش‌های خود بخشی از واقعیت‌های عمدن پنهان مانده و تنیده در تار و پود جامعه خود را عیان کنند. بهمن سقایی، صدای آمریکا.